سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. افغانستان در طول 14 سال گذشته روابط بی سابقه خارجی تأمین کرده است که دستاوردهای بزرگ به ویژه در عرصه توسعه برای این کشور در پی داشته است. البته این دستاوردها در مقایسه با امکاناتی که در اختیار افغانستان قرار گرفت کم است و با وجود روابط گسترده خارجی، حکومت افغانستان نتوانسته است در تأمین امنیت و ثبات کشور موفقیت‌های چندان داشته باشد. به هر حال بانک از سال 1383 شورای ملی کارش را آغاز کرده، اما تا امروز خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی رسانده نشده و بیشتر سیاست خارجی افغانستان در سیما و گفتار رئیس جمهوری خلاصه می شود که اکثرا تناقضات نیز در آن مشاهده می شود. همین موضوع موجب شده تا سیاست خارجی افغانستان به صورت روزمره عمل کند، نه بر اساس یک استراتژی مدرن و دراز مدت. در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موضوع میپردازیم و مهمانانم در این برنامه آقای مهدی منادی، استاد دانشگاه، آقای سید فرهاد هاشمی، کارشناس روابط بین الملل و آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای منادی، در آغاز میخوایم بپرسم سیاست خارجی به تعریف شما یعنی چی؟ با نام و یاد خدای مهربان، با سلام خدمت شما همکاران بس و بینندگان عزیز. سیاست خارجی مجموع چشمنداز ها و دوراندیشی های یک حکومت یا یک ملت که ناظر بر یک کنش باشه در قبال بازیگران بیرونی پنداشته میشه. به عبارت دیگه سیاست خارجی اشاره داره به یک توانمندی که این توانمندی میتونه جنسش فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، نظامی باشه، امنیتی باشه و در قبال کنش های یعنی بازیگران دیگر در اینجا تفسیر و تعبیر میشه و فرایند تاثیرگذاری کنش تنها توسط یک حکومت پنداشته یا صورت گرفته نمیشه. برای داشتن یک کنش سیاست خارجی در محیط بین المللی شما ضرورت دارین که عملا توانمندی حوزه های متفاوت و حوزه های متکثری که در درون اجتماع وجود داره اونها را همه در کنار یک دیگر داشته باشین تا بتونین در محیط بیرون یک کنش داشته باشین. پس تعبیر کنش سیاست خارجی است، اما هرگاه شما وارد کنش و واکنش میشن اینجا حوزه روابط بین المللی است و هرگاه وارد نظم ها میشن شما وارد حوزه سیاست بین المللی میشن. پس بنابراین سیاست خارجی تنها یک کنش است، کنشی مبتنی بر توانمندی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که یک ملت در فرایند تاریخ به دست میاره و به محیط بیرون از او بروز داده میشه. اما اون چی که سیاست خارجی حکومت افغانستان خوانده میشه چه آقای منادی؟ ببینید، اگر ما این مفهوم تئوریک را بیایم وارد فضای افغانستان وارد بکنیم، شما در طول حداقل همین 14 سال گذشته اگر بیاین فضای سیاست خارجی و یا کنش را تبیین بکنیم، میبینیم که در اینجا ما در تعامل با بیرون کمتر کنش داشتیم، بیشتر ما واکنش داشتیم. چرا که توانمندی کنش را نداشتیم. چرا توانمندی کنش را نداشتیم؟ چرا برای داشتن یک کنش سیاست خارجی ما ضرورت به شکل‌گیری اجماع عملی و نظری جریان‌های اجتماعی و قومی برای رفتار واحد را داریم. این تعبیر در واقع غیر آکادمیکی گفته میشه، سیاست خارجی محصول و تراوش یک ساختاری مثل وزارت خارجه و یا رهبران یک حکومت است، من فکر میکنم تعبیر درست نیست. تعبیر آکادمیک و رسمی حوزه ایست که شما وقتی که میخواین یک کنش داشته باشین، یک اجماع نظر عملی و فکری توسط اجتماع شکل میگیره و در قالب حکومت انعکاس پیدا میکنه و انعکاس او را نسبت دولت او را نسبت به بیرون یعنی اعمال میکنه. اما وقتی که شما به این 13 سال و 14 سال نگاه میکنید، متوجه میشید که ما چون در طول جنگ های گذشته این ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، همه عناصر به مرور زمان کمی از دست دادیم و تضعیف شدیم و چون نتوانستیم این توانمندی را داشته باشیم، پس نتونستیم کنش داشته باشیم، پس بیشتر واکنشی بودیم.
تنها به واکنش و به کنش های دیگران در اینجا پاسخ دادیم. اما در برخی استراتژی ها دادن واکنش هم خودش یک استراتژی است. شما در بازی فوتبال هرگاه نگاه میکنین ضد حمله در برخی از موارد موجب گل میشه. پس ضد حمله و واکنش هم در برخی از نظریه ها به مساوی یک استراتژی در سیاست خارجی پنداشته میشه، چرا که در محیط بیرون شما در یک منطقه قرار دارین که کنش های بیرون نسبت به شما بسیار زیاد است و شما توانمندی کنش را ندارین، اما تلاش میکنین که واکنش داشته باشه. بر این اساس است که سیاست خارجی افغانستان در طول 14 سال گذشته با توجه به وجود کنش های بسیار متکثر از سوی 5 مجموعه امنیتی منطقه بیشتر واکنشی بوده و این واکنش ها در برخی از موارد موفق بوده و در برخی از موارد موفق نبوده. یک نکته. نکته دومی که در اینجا وجود داره، برخی از تفسیرگران میگن که ما سیاست خارجی نداشتیم بلکه روابط خارجی داشتیم. روابط خارجی اشاره داره به تمام مراودات، تعاملات مردم، حکومت، تاجرین با بیرون. روابط خارجی تنها محصول رفتار حکومت نیست. مردم وقتی که با اجتماع بیرون وقتی که تعامل برقرار میکنه، این میشه روابط خارجی و این روابط خارجی نظم، قانون و استراتژی ضرورت نداره، چرا که بر اساس منفعت و اصل نیاز اقشار متفاوت در درون جامعه با اجتماع بیرون و کشورهای دیگر روابط برقرار میکنه و میگن که دولت افغانستان تنها روابط خارجی داشته، سیاست نداشته. من برای باور هستم که اگر ما تعبیر محدود رو در اینجا بپذیریم که سیاست خارجی تنها کنش است و واکنش نیست، ما قبول میکنیم که دولت افغانستان سیاست خارجی نداشته، روابط خارجی داشته. اما اگر نگاه موسع ما در اینجا بپذیریم که واکنش هم میتونه بخش از سیاست خارجی باشه، همونطور که ضد حمله در بازی فوتبال میتونه یک استراتژی باشه، پس واکنش های موثر هم میتونه در برخی از موارد بخش از سیاست خارجی باشه. و دقیقاً حکومت افغانستان سیاست خارجی داشته تا روابط خارجی؟ دقیقاً سیاست خارجی ما از جنس در واقع حقیقی کنش محور نبوده، این سیاست خارجی واکنش محور بوده، یک نکته. و نکته دوم است که ما فراتر سیاست خارجی بیشتر روابط بین المللی و سیاست بین المللی داشتیم. روابط بین المللی و سیاست بین المللی اشاره به او کنش ها و واکنش های بین المللی و شرکت کردن در نشست های بین المللی، شرکت کردن در نشست های کلان سیاست بین المللی، اینها نشانگر است که ما در سیاست بین الملل دخیل بودیم و پیرو بودیم. ببینید، ما نمیتونیم در سیاست بین الملل تحول شگرفی را ایجاد بکنیم، اما میتونیم دخیل باشیم و پیرو باشیم. افغانستان به علت ناتوانی در اعمال کنش و داشتن کنش تنها تانسته در رویه ها و نظم های کلان بین المللی دخیل باشه و پیرو باشه که به نحوی ما پیرو نظم و سیستم بین المللی بودم، که این کمتر تونسته ما را و تهدیدهایی که در منطقه شامل حال ما شده اونها را دفع بکنه، چرا که ما در یک منطقه قرار داریم که کنش ها بسیار خرد است، غیر رسمی است، در حالی که شما وقتی که وارد روابط بین الملل و سیاست بین الملل میشید حوزه ترک وان است. حوزه ترک وان اشاره به یک حوزه داره که تعاملات و بیانیه های رسمی حکومت ها در اونجا صورت میگیره، اما وقتی که شما وارد سیاست خارجی و کنش یک سیاست خارجی میشین، در برخی از موارد حوزه ترک تو هم وارد میشه. حوزه ترک تو به اون تعاملات غیر رسمی، استخباراتی و مردمی و حتی تعاملات اکادمی که دولت ها اشاره داره که بسیار مؤثر است و نتایجش بسیار زود به دست میاد. سپاسگزارم. از سال 2001 به این طرف چرا حکومت نتوانست خطوط اساسی سیاست خارجی تعریف شده داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، سلام به شما به مهمانای بزرگوار. ایتر فکر میشه که افغانستان از یک وضعیت بسیار ناهنجار تلاش کرد که حداقل در 15 سال گذشته، خصوصا از مبدعی که خود سوال کردی، اهدای هویت بکنه. این اهدای هویت در مقاطع مختلف، در مراحل مختلف مطرح شد، در ابعاد مختلف مثل ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی. مثلا اگر ما قبل از 2001 فکر کنیم، شاید اکثریت کشورهایی که امروز افغانستان
کنسولگری یا سفارتخانه داره تا چند سال قبل نداشت. به می خاطر نظر به تعریفی که استادم گفت مسئله روابط یا سیاست، هر کدام شرک اگر بگوییم یک از دیگه آسیب پذیر هستند. افغانستان به خاطر که روابط درست قبل از 2001 نداشت، نتانسته که سیاست درست اساسی را هم پایگذاری بکنه. روابط باعث فهم درست از تعاملات سیاسی و روابط بین کشورها میشه و بعدا ایجابات خود کشور و ایجابات منطقه‌ای و بالاخره غلقی کلانتر باعث از این میشه که سیاست ها شکل بگیره. سیاست در کشور مثل افغانستان زیادتر میتونه مثل که استاد اشاره کرد زیادتر مجبورن واکنشی میباشه، مگر ای نباید که جلو ابتکارات را بگیره که اساس سیاست استراتژیک با اهداف دراز مدت ریخته شود. مثلا ما در منطقه کشورهایی را داریم مثل کشور پاکستان که از یک طرف یک سیاست تکنیکی و واکنشی را پیش میبرند، مگر از طرف دیگه هم استراتیجی هایی دارن در ساحه که میتونن منافع خود در دراز مدت توسط از او مرفوع بسازن، ولو که استراتیجیشان رو آوردن به خشونت است و به واسطه از او باجگیری از کشورهایی است که داخل قضیه ها می باشن. حالی که افغانستان چرا نتانسته که مثلا استراتیجی در از مدت سیاسی به خاطر برآورده ساختن اهداف ملی در روابط بین المللی و در سطح منطقه و کشورها داشته باشه، که حکومت افغانستان سیاست واکنشی داشته در طول سالهای گذشته. امیر میگم که چرا نتانسته که سیاست استراتژیک به خاطر برآورده ساختن اهداف در از مدت خود داشته باشه و چرا واکنشی؟ در دنیای امروز که زیادتر سیاست ریالیسم یا واقعیت‌گرایی زیاد مروج است و مورد بحث است و مورد استفاده است، تعاملات سیاسی بسیار زود واقع میشه و کشورها مجبور هستند که یک بعد بسیار کلان سیاسیشان واکنشی باشه. اگر امروز ما ببینیم موزیگیری هایی که بعد از مشکلاتی که در سوریه بوده ایالات متحده داشته، بعد از تشنجات بین عربستان و ایران ایالات متحده داشته، کشور به این عظمت، ما متوجه به این میشیم که بعضا کشورها به اساس روابط و به خاطر حفظ منافع خود مجبور به این هستن که سیاست های واکنشی داشته باشن. مگر در مجموع وقتی ما سر خود قضیه مشخص افغانستان گپ میزنیم، همونطور که ما شاهد همکاری های تکنیکی در ابعاد مختلف کاری در داخل افغانستان بودیم که نمایندگی از این میکرد که ما به ظرفیت های بیرونی ضرورت داریم تا اولویت های ملت افغانستان، کشور را به نام افغانستان بتانیم به دست بیاریم، به این قسم در ابعاد خارجی، در ابعاد سیاست گذاری هم در داخل افغانستان کشورهایی بودند که به خاطر منافع خود دخیل بودند. ممانعتایی بود روی کارکرد نظام که نتونسته به دست پیدا بکنه که ممانعت مربوط ظرفیت هم میشه. یک موضوع دیگه هم شبیه بحث بده. دیگر این است که هر کشور برای منافعش در افغانستان ممکن کار بکنه. این حکومت های افغانستان چرا نتونستند که بر منافع ملی مردم افغانستان سیاست دوامدار را ایجاد بکنن و بحث از بحث های روزمره و واکنشی دست بردار شوند؟ ما فکر میکنم پیش از این که ما روی سیاست درازمدت گپ بزنیم، روی اولویت های ملی اول باید یک اجماع نظر عام روی زی صورت بگیره که بعد از او ای اساس و تعداب سیاست افغانستان در روابط بین الملل و در تعاملات داخلی و منطقوی شناسایی بکنه. فکر میکنیم که چیزی که بسیار ضروری است و تا فعلا متاسفانه که کار نشده. امروز ببینید وقتی ما روی مسئله صلح گپ میزنیم، یکی از احتیاجات عمده مردم افغانستان و یکی از مسائل است که صد رای برنامه های انکشافی حکومت افغانستان و منطقه قرار گرفته. وقتی روی ازی بحث میشه اجندای پخته شده و ملی ما نداریم و اجماع نظر حداقل روی ازی ما نداریم و بعدا ما میریم عاجل به طرف رای حل، پس ایجاب میکنه که به خاطر ازی که افغانستان بتونه یک سیاست مدون استراتژیک و روی اهداف دراز مدت داشته باشه در قبال از او حرکت های تکنیکی، اول باید یک اجماع نظر باشه مسئله عمده و اساسی است. موضوع دومی کسی است در داخل افغانستان، درست است نظام وجود داره، ما سه بخشی که دولت تشکیل میده ما فعالانه داریم، مگر متاسفانه دیده میشه که در هر بخشی که در هر بادی که حکومت به نمایندگی از نظام بحث میکنه، زیادتر یک تعداد افراد خاص است که در رابطه به او بحث میکنه. هنوز ما متاسفانه که از چالش های بزرگ ما ای است که ما نتونستیم که از نظام خود به واقعیت کلمه ما استفاده بکنیم و در راستای شناسایی اولویت ها
تطبیق از اولویت ها به سطح کشوری، به سطح منطقه‌ای و به سطح سیاست خارجی ما از او استفاده بکنیم. سپاسگزارم آقای وثیق. آنچه که در کشورهای دیگر است، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی پنداشته می شود. ما در طول سالهای گذشته در افغانستان سیاست خوب داخلی نداشتیم که از او سیاست خارجی خود را بگیریم و تطبیق بکنیم، یا نه واقعا مقطعی عمل شده و آنچه که در ابتدا هم گفته شد سیاست خارجی افغانستان در صدا و سیمای شخص رئیس جمهور خلاصه شده. به نام خداوند بزرگ، بر سلامات هم خدمت شما میمونه ایگرام بینده تلویزیون شما. قسم که شما گفتین که خب ما فکر میکنم سیاست خارجی انعکاس همین سیاست داخلی است که در داخل بیشتر دوستا اشاره دقیق داشتن که در افغانستان چی توانمندی های وجود داره از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ نظامی، در همه ابعاد ما چقدر توانمند هستیم، ما چقدر سر مسائل عام کشوری، سر مسائل عمده چقدر اجماع نظر داریم و آیا این زمینه ها چقدر دیجا وجود داره. من فکر میکنم این دقیق است که بعد از سالهای جنگ، یعنی حضور و نفوذ یعنی کشورهای مختلف در افغانستان هر کدام یعنی در پی منافع خود بودند و از یک طرف افغانستان بعد از این سالهای جنگ به اصطلاح استخوان شکنیایی که بین کتگوریهای مختلف در کشور شده، این هم جلوی یک اجماع را تا حد یعنی فضای بی باوری و بی اعتمادی، بحران اعتماد، این خودش باعث شده که نتونن یا با هم نزدیک شوند و بتونن یک اجماع نظر داشته باشند و متناسب با او عملا بکنن. این از یک طرف بوده. از طرف دیگه تلاش شده از هر طرف تایی که یار نگذارن که همونطور یک اجماع را بوجود بیه و همونطور یک وحدت نظر بوجود بیه. این اجماع در داخل کشور یا در مجموع در منطقه؟ داخل کشور منظورم است. بنابراین تا همین مدت زمان من فکر میکنم همواره کشور افغانستان یعنی در سیاست خارجی خود خصوصا سالهایی که گذشت که شخص رئیس جمهور با کدام کشور چقدر نظر نیک داره، سیاست خارجی متناسب با ذهن زو حیات شده، چقدر ذهن منفی داره، همین سیاست همطور منفی انکشاف کرده که خوشبختانه ای که چقدر جهت عملی داره و چقدر عملی میشه تلاش صورت میگیره که خب حاله حداقل یک چیز در یک پنج حلقی سیاست خارجی یک چیز یعنی مشخص شد که شما میفهمید که حلقه اول کشورهای همسایه است. شما میفهمید کشورهای همسایه هم چالش زا هستن، هم فرصت هستن چالش که چگونه میتونه از این استفاده کرد، چطور این فضا را آماده میکنی که از این بتونی استفاده خوب بکنی و به اصطلاح از این تقابل که وجود داشت این به تفاهم یا به همکاری تبدیل کرد. از طرف دیگه کشورهای اسلامی، شما میفهمید که چطور ممکن است که کشورهای اسلامی را واقعا از یک طرف اینی هویت را که آل گرفتن که ترور و وحشت و ایگه با گویا یعنی برمیخیز عظمی بستر و در کنار ازی چطور بتانند که واقعا زمین سازی بکنند که ما مثلا در داخل افغانستان اگر با یک کشورها که زمینه تعلیمات اسلامی و بازگه پای دیگیره در داخل افغانستان که ما جلو بگیریم از اون یک اسلام مسائل دیگه. و در حلقه سیوم شما میفهمید که کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و کانادا و ژاپن و استرالیا و بعضی کشورهای دیگه این یا تعریف شده که اکثرا کشورهایی که یعنی کمک کننده بوده به افغانستان و همچنان در حلقه چهارم کشورهای اسلام چیز آسیایی که اینی هم از لحاظ چیز آقای وثیق گاه گاه هم حکومت افغانستان در عملکردهایشان تناقض دیده میشه. مثلا ما به عنوان ناظر در نشست شانگهای شرکت میکنیم اما بعد میم درخواست میتیم که ما به عنوان عضو در نشست شانگهای باید شامل شویم، در حالی که ما توافقنامه استراتژیک و امنیتی با ایالات متحده آمریکا داریم. این فکر نمیکنین که واقعا تناقض است و از طرف دیگر هم توافقنامه امنیتی با ناتو امضا شده؟ من فکر میکنم خب من میپذیرم که از یک طرف افغانستان توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا امضا کرده با ناتو حرفای داره و از طرف دیگه ببین که نیازمندی های افغانستان هم ببینیم. تا هنوز تا این مدت زمان گذشته همواره از جانب دولت افغانستان بسیار مشکل بوده که بتانه دولت افغانستان خب از زمان جنگ سرد و باز بالاخره میمده ای جنگ ها تا امروز که منافع متضاد
منطقوی و جهانی را چطور بلانس بکنن. تا اینکه از یک طرف خب باعث ایجاد به اصطلاح چیز نشه، یک فضای بدتر نشه یا به اصطلاح یعنی ایجاد تکر نکنه این منافع با هم. از طرف دیگه شما این را باید داشته باشین که خب ما این نیازمندی ها را داریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ بعضی مسائل دیگه ما در یک وابستگی قرار داریم. این به ایمانه که افغانستان هنوز با پای خود ایستاد نیست. از طرف دیگه ما نیاز داریم که با کشورهای همسایه خودم ما همکاری های داشته باشیم. شما ببینین پروژه داعش میه و بالاخره این تنها افغانستانی بلکه منطقه را تهدید میکنه. ما چطور همکاری های منطقوی را چطور جلب بکنیم در این راستا که این کشورها همه با یک اجماع در یک صف واحد مبارزه بکنن و این تفهیم شوه و با که وجود داره که این نه صرفا تهدید است برای افغانستان بلکه برای سایر کشورها هم است. که بحث رقابت های شرق و غرب یا بلوک شرق و غرب مطرح میشه اینجا چه؟ خب من متاسف هستم که افغانستان همواره در طول تاریخ که ببینید این مشکلات داشته، همواره در از افغانستان همین موقعیت جیوپولیتیک افغانستان یعنی قسمی بوده که به مسابقه یک معبر یک پول عبوری یک تختی خیز همیشه استفاده شده، ولی تلاش ای است که حال که زیاد تلاش صورت میگیره که چطور ممکن است که حال به همکاری های منطقوی بدل شود. یعنی نی با اونو تقابل یعنی با توازن در روابط باید حفظ شده، نی در اونو موقفه که همیشه با مصابه یک کشور حایل بین مثلا دو سنگ آسیا آرد شده. حال چطور ممکن است که امی با یک یعنی منطقی که اتصال منطقوی و همکاری های منطقوی تا از این نقطه هم برای افغانستان هم برای دنیا تشکر. یعنی مثلا جغرافیا به این شکل ایواز شده و دیگه افغان ها هم متاسفانه که تا هنوز نیم عمرشان در جنگ و گریز تیر کردن امیره این یک مقدار کاهش پیدا بکنه و آرام آرام ما بریم به طرف همکاری منطقوی و افغانستان هم از این حالت بره. تشکر آقا. با توجه به موقعیت جیو استراتژیک افغانستان، جیو پولیتیک و جیو اکنومیک افغانستان، ستونهای سیاست خارجی افغانستان چگونه باید تدوین شود از دیدگاه شما؟ و این ستون سیاست خارجی با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان یعنی چه؟ افغانستان بر اساس موقعیتی که داره به نظر میرسه که باید چهار پایه و ستون اساسی در سیاست خارجی خود دنبال بکنه. پایه اول است که ما یک جایگاه جیوستراتژیک و جیوپولیتیک داریم که در اساس اصل جیوپولیتیک تعاملات جیوستراتژیک در اینجا متاثر میشه. برای این اساس افغانستان تلاش داره که فرصت از فرصت‌های ای در واقع عرصه جیوپولیتیک برای منافع جیوستراتژیک کشورهای فرامنطقه بهره ببره. از یک سو آمریکا را داره و از یک سو کشورهای منطقه‌ای را داره. ما دو محور اساسی بر اساسی اصل داریم، یک محور غرب، یک محور شرق، و ما محور غربی را به عنوان یعنی حامی غالب پنداشتیم اما محور شرقی را به عنوان حامی مکمل. یک نکته را همیشه در نظر داشته باشین، اگر ما با غربی ها پیمان امنیتی داریم و به سمت شرقی ها میریم بی معنی نیست که ما غربی ها را میخواییم نفع بکنیم. این در واقع سیاست مکمل است. غربی ها نمیتونه تمام نیازمندی های ما را در اینجا احتوا بکنه و بتر ما به دنبال یک سیاست مکمل میگردیم. به عبارت دیگه شانگهای یک مکمل است برای یک محور جیوپولیتیک است که اون محور جیوستراتژیک ما را در اینجا میتونه مکمل باشه. اصل اول اصل جیوپولیتیک است. و دقیقاً بحث توازن هم مطرح میشه و بحث رقابت های شرق و غرب هم مطرح میشه. دقیقاً این اصل اول. اما تکلیف ما چی میشه؟ و ما به عنوان یک بازیگر حساسی که در این نقطه قرار داریم هدف ما ایست که در اینجا تهدیدها را شناسایی بکنیم، اونها را تبدیل به فرصت بکنیم یک، و اصل دوم ایست که فرصتها را افزایش بدیم. این در واقع اصل سیاست خارجی هم ایست که شما تهدیدها را شناسایی میکنین، اون را تبدیل به فرصت میکنین و یا فرصتها را در اینجا افزایش بدیم. این در واقع هدف سیاست خارجی بر اساس ترم آکادمیک است. پایه و ستون دومی که در اینجا قابل بحث است حوزه جیو اکونومیک ماست. ما به عنوان یک حوزه حساس میتونیم یعنی آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و یا به عبارت دیگه آسیای در واقع شمال
شمال شرق خود را به غرب در اینجا انتقال یعنی پیوند بده. این هویت منطقی و هویت اقتصادی ماست که ما تلاش کردیم که بر اساس برنامه‌ها و برنامه‌های ریکا، پروژه کاسه هزار، تاپی و برنامه‌های دیگه انرژی آسیای مرکزی را به جنوب انتقال بده. این در واقع ستون دوم یا پایه دوم سیاست خارجی ماست که بر اساس او تلاش های زیاد صورت گرفته. و بسطب دهنده موقعیت جیو اکنومیک افغانستان. دقیقا. اصل سوم موقعیت جیو کالچر ماست. افغانستان یک حوزه فرهنگی حساسی است که در گذشته محور تعارض میان اسلام و کمونیسم بوده. حالا محور تعارض میان اسلام و لیبرالیسم است و متاسفانه ما محور تعارض میان اسلام میان رو و اسلام تندرو هستیم و محور تعارض شیعه و سنی هم متاسفانه هستیم که هدف افغانستان این بوده که ما از این محورهای تعارض پس شویم و این محور تعارض که افغانستان خط مقدمه مبارزه با کفر است، خط مقدم مبارزه با کمونیسم است یا خط مبارزه میان اسلام تندرو و اسلام میان است، او را میخواییم پس بکنیم. یه اصل سوم است. و اصل چهارمی که در اینجا بسیار اهمیت داره بحث هویت یابی و استقلال است. افغانستان بر اساس این جایگاه، سه جایگاهی که تعریف شده، تلاش کرده که او استقلال و هویت مفهوم قرن 21 را به خود به دست بیاره. ما استقلال به مفاهیم یعنی عرصه‌های متعددی داریم. شما در گذشته استقلال به گونه‌ای بود که وقتی که کشور مستقل بود، کشور دیگه حق نداشت که وارد کشور شود و هیچ کاری انجام بده. ما هویت یابی استقلال خود را بر اساس عصر قرن 21 دنبال میکنیم، با وجودی که جامعه بین المللی، با وجودی که کشورهای منطقه همه به نحوی به ما کمک میکنن، اما ما تلاش داریم که او استقلال و هویت سیاسی خود را در اینجا حفظ بکنیم و کنشگر باشیم که متاسفانه به عنوان یک بازیگر ضعیف در میان بازیگران بزرگ منطقی و فرامنطقی ما نتونستیم چندان کنش فعال داشته باشیم. چرا که این بازیگر ضعیف در چنین شرایط حساس منطقی بیشتر تلاشش ایست که در امتداد منافع مشترک قدرت‌های منطقی و فرامنطقی قرار بگیره، چرا که نمیتونه کنش فعال در برابر او قدرت‌های منطق بزرگ منطقی و فرامنطقی داشته. ما تلاش کردیم که در امتداد منافع مشترک قرار بگیریم. اون منافع اختلاف‌زایی که اینجا وجود داره اونها را در برخی از موارد تبدیل به مشترک بکنیم. پس بنابراین بر اساس چهار ستون ما در برخی از موارد تا حد تانسیم فعال باشیم، اما این را در نظر بگیرید که سیاست خارجی در مناطقی که منافع متعارض بسیار زیاد است همیشه دشوار و سخت بوده. چرا هند و پاکستان در حوزه کشمیر نتونستند سابر چندان بره؟ بخاطر اینکه تعارض منافع در اونجا وجود داره و اصلی که در اینجا وجود داره ایست که ما چون تعارض منافع ما در قبال کشورهای منطقه و منطقه با کشورهای فرامنطقه ما داره، این باعث میشه که سیاست خارجی بسیار دشوار و سخت باشه. تشکر آقای هاشمی. بحث اساسی اینجا است که سیاست داخلی نچندان حکومت افغانستان هم بیشتر باعث شده که تزلزل به وجود بیاره در سیاست خارجیش. مانند این که طالبان یک روز تروریست هستن، یک روز برادر، و در بحث سیاست خارجیش هم هندی ها یک روز دوست ما هستن، یک روز ماها با اونها قطع رابطه میکنیم. در بحث پاکستان هم زیگزاگ پیش رفته حکومت های افغانستان. پاکستان یک روز برادر است، یک روز دشمن. یک روز کلید صلح در دستشان است، یک روز کلید جنگ. فکر نمیکنین که واقعا اینجا سیاست درست و واقعی و بر منافع ملی مردم افغانستان در داخل وجود نداشته که نتونستیم خطوط اساسی برای سیاست خارجی رسم کنیم؟ بدون شک تعادل در سیاست خارجی یکی از مسائل بسیار عمده، چالش بسیار اساسی بوده برای حکومت های قبلی حداقل در 14 سال گذشته و خصوصا حکومت وحدت ملی که یک بار با دستپاچگی داخل میدان شدند و با رویکردهایی که داشتن زیادتر به طرف پاکستان توجه کردن و متاسفانه که روابط با هندوستان تا اندازه متضرر شد. در این چیزی که بسیار مهم است که ما وقتی بریم سر بزنیم به اولویت های سیاست منطقوی دو کشور رقیب در داخل افغانستان که به این رقابت ها در یه آخر افزوده شده، منتها تنها سر پاکستان و این تماس میگیریم، ما میبینیم که اینا اگر مثلا در کشمیر تقابل دیدگاه دارن، مشکلات دارن که نوز به او نپرداختن، مگر موضوع در مو ساحه به اصطلاحی که در سیاست خارجی استفاده میشه کانتین شده یا حفظ نگهداری شده، او نتانسته که سر مفاد بسیار کلان ملیشان تاثیر بگذاره، سر انکشاف کشوریشان تاثیر بگذاره، سر پیشرفت اقتصادیشان تاثیر بگذاره. در داخل افغانستان اگر ما یک ساحه منازعه داریم امروی پاکستان، این باعث شده که ما
تمام فکر ما، انرژی ما، فعالیت های ما متمرکز باشه به می که آیا ما ای را حفظ کنیم یا آیا ما ای را از دست بدیم. و در حقیقت ما در اینجا شکل واکنشی شکار یک وضعیت شدیم که ما خود اسیر یک موضوع ساختیم، نظر به یک سر مفاد کل فکر کنیم. مثلا سر ایندی ها و پاکستانی ها، ایندی ها و پاکستانی ها روی اهداف عمق استراتژیک خود در داخل افغانستان کار میکنن، روی برآورده ساختن نیازهای روزمرهشان که انرژی از کشورهای آسیای میانه است کار میکنن و روی نفوذ و نفوذ داشتن در داخل رده های تصمیم گیری و سیاسی در داخل افغانستان کار میکنن. دقیقا یکی آن سیاست یا استراتژی دارن در افغانستان و دیگر سیاست روزمره. بله. و واکنش افغانستان روزمره است. فعلا مشکل همی است. متاسفانه واکنش افغانستان زیادتر روزمره است. امی روزمرگی باعث شده که تمام فکر ما را این مصروف سازه. اگر در حقیقت ما بسنجیم ارتباط مسائلی که ما امروی پاکستان داریم، تنها موضوع دیورن نیست، موضوع پناهنده هایی است که از افغانستان رفتن پاکستان، مسائل آب داریم ما امرایشان، موضوع نیاز رو به افزایش و روزافزون پاکستان به انرژی است که باید از مجرای افغانستان عبور بکنه، موضوعات تجارتی روابط تجارتی داریم. متاسفانه ما را با یک موضوع مصروف ساختن و از تمام موضوعات کلان دیگه اونا منفعت میگیرن، به شمول باجی که به سطح منطقه و بین المللی از کشورهای مختلف میگیرن. وقتی ما روی موضوع مسائل سیاست خارجی گپ میزنیم، موضوع بسیار عمده که متوجه میشیم است که نابسامانی های داخلی، عدم تطبیق پالیسی های شایسته سالاری در گزینش افراد، استفاده نکردن از سیستم به صفت یک سیستم و مطرح بودن افراد به صفت کسایی که در رأس سیستم است، با وجودی که ما نظام انتخابی در افغانستان داریم، مگر هنوز هم سلیقه هایی که در داخل افغانستان توسط افراد ردای اول دوم استفاده میشه نظام شاهی رو میرسانه که تمام مسئولیت و صلاحیت متمرکز است روی یکی دو شخص. این مسائل است که باعث شده مفاد بسیار کلان سیاسی کشوری تحت شعای سلیقه های فردی قرار بگیره و این باعث شده که آرمان ملی به سطح کلش گروگان یک دو سه ایده و مثلا برآورده و تحلیل های شخصی یکی دو نفره که بعضا رئیس جمهور است قرار بگیره. بنان چیزی که بسیار برای ما مهم است این است که ما درست از روی پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان در عمر بسیار کم حکومت وحدت ملی تعریف شد، مگر میکانیزم هایی که به او پرداخته شود، اولویت هایی که در هر حلقه بر ما با هر کشور به شمول همسایه ها مهم است، روی از او هنوز اتفاق نظر اول خویش ترتیب نشده. اگر شده به سطح ملی یک اتفاق نظر تو سیاسیون و اشخاص مطرح افغانستان وجود نداره. موضوع سیومی که ما چطور بتانیم از یک طرف اگر ما را مصروف دیالوگ جنگ و صلح میسازن و این هم بسیار ارتباط میگیره با سیزن که در کدام سیزن ما را مصروف میسازن و در کدام سیزن ما را متضرر میسازن، ما بریم به طرف از این هم که اگر ما در دیالوگ ها مصروف هستیم، در مجموع نظام ما، دستگاه ما که در اینجا بحث دستگاه دیپلماسی هست، کدام اهدافی است که باید به دست بیاره، کدام اولویتایی است که باید روی ازو توجه بکنه. ما نباید که تمام فکر و انرژی و تحلیلی که داریم متوجه و متمرکز به یک یا دو خواسته باشه که یک نفر یا دو نفر در نظام مطرح میکنه. سپاسگزارم. بحث اساسی و سوال مهم هم در ذهن مردم این است که گذار از فاز امنیتی در سیاست خارجی به فاز اقتصادی در روابط با جهان خیلی کم دیده شده است. فکر نمیکنین واقعا اگر تا چند سال دیگر همین گونه حکومت افغانستان پیش بره، واقعا در سیاست خارجی خود بیشتر از این عقب خواهند ماند؟ متاسفانه که خب شما میفهمین همین چندین سال جنگ چقدر افغانستان عقب مونده و اینی فرصت هایی که به وجود آمد، باز هم تلاش صورت گرفت که امی فرصت ها از ما هم گرفته شد. در یک بخش این فرصت ها چون در داخل ما بیشتر اشاره داشتم که به شکل از اشکال سیاست های نفوذی که در اینجا بود، تلاش صورت گرفت که اینی از این فرصت ها افغان ها نتونه خوب استفاده بکنه، به شکل از اشکال اینی تلاش صورت گرفت. حال که این روحیه وجود داره که استفاده صورت بگیره، در بخش اقتصادی
خب در گذشته با اون فرصت های کلان استفاده نشد، ولی حال امی فرصت جنگ است پیش ما گرفته. ببین که یک مقدار منصف اگر باشیم سیاست کشورهای منطقه در قبال به افغانستان همین است که حکومت افغانستان را مصروف جنگ و صلح بسازند، اما خودشان آنچه که برنامه های دارند باید پیش ببرند، چه در کشورهای خودشان و چه هم در افغانستان. ما تمام کشورها را نمیتونیم متهم بی کنیم که همه همی پالیسی را دارند، ولی اما اکثریت کشورهای منطقه اصلا کشورهایی که نمیخواد افغانستان از این حالت بره، نمیخواد که افغانستان داره یک نظام قوی و نیرومند باشه، نمیخواد که افغانستان داره یک اقتصاد شکوفا باشه، نمیخواد که افغانستان از این فقر که داره، فقر اقتصادی به اصطلاح خودکفا شوه و از یک کشور مصرفی به یک کشور تولیدی تبدیل شوه و بالاخره خودش بتونه سیاست های خود قسمی که لازم است. چرا هر قدر که تو محتاج باشی اما قدر تو نمیتونی در همه سیاست ها دقیق طوره که میخوایی اما تو عمل بکنی، که استقلال اقتصادی که نداشتی باز تو استقلال سیاسی هم به مقدار زیر سوال میره. که ما میگم خب بیشتر گفتم که همه کشورها رو به این متهم نمیکنیم. امی یک تعداد کشورهایی که است تلاش کردن که افغانستان امی فرصت نداشته باشه و امیاله که امی تلاش میشه که از لحاظ اقتصادی افغانستان واقعا در اون موقعیت قرار بگیره که نیاز هست، هم برای افغانستان هم برای کشورهای منطقه. بیشتر استاد گفت که مثلا موضوع کاسا 1000، موضوع تاپی، یعنی بدون امنیت ممکن نیست که این کار صورت بگیره، ولی چطور ممکن است که منافع اقتصادی را با هم گره بزنند که دیز تنها منافع افغانستانی منافع خود پاکستان، هندوستان یا کشورهای دیگه که در منطقه. ولی اون چی که دقیقاً مطرح میشه این است که تاپی امنیت را تامین نخواهد کرد. خب وزیر دفاع پاکستان موقفشان روشن کرد که امنیت این پروژه را باید خود طالبان تامین بکنند. خب یعنی باید نظر هم انرژی بگیره از افغانستان و هم ما در آتش جنگ همچنان بسوزیم. بیشتر بحث دور از چیز بود، استاد صحبت کردن به ارتباط صلح و جنگ که ما صلح میگیم افغانستان برای هر افغان صلح یک گمشدهش است، بنان روی یک آتشی که وجود داره همواره وقتی که صلح میگیم همه توجه میکنه، مثل که برای گرس نمیگی نان. حالا گپ اساسی است که خب نمیخواین پاکستان نمیخواه یا هر کشوری که نمیخواه، ما چی باید بکنیم؟ من فکر میکنم یک بخش صحبت استاد من کاملا موافق هستم که ما صلح گفتنم نمیتونیم بگیم که ما صلح نمیگیم یا وقتی که صلح میگن ما رد بکنیم، ولی ما باید خود قوی بسازیم، ما از یک موقف قوی باید صحبت بکنیم. من فکر میکنم در شرایط فعلی شما میفهمید که از هر لحاظ ما مشکلات خود داریم. شما امروز پاکستان دارای کدام تجهیزات نظامی است؟ ولی ما اون تجهیزات را که داشتیم اون رفته و بعد فنا رفته و امروز ما اونو تجهیزات نداریم. از لحاظ اقتصادی ما همی مصارف نمیتونیم چیز بکنیم. گپ اساسی است که ما چیزی که میتونیم فقط چطور ما با کشورهای منطقه و کشورهای جهان اینی در با یک اجماع میرسیم که اینی بلایی که امروز متوجه افغانستان و متوجه دنیا است، اینی اجماع را به وجود بریم که اینی خودش هم یک مقدار موضوع افغانستان قوت میده تا ای که با استفاده از اونو نقاطی که میتونن فشار وارد کنه با همین کشورهایی که به اصطلاح آسیب خیز است، آسیب از اوجا میخیزه و یعنی از اوجا ترور و تروریست و یعنی بسترش است، این چطور فشار وارد بکنه. بنابراین من فکر میکنم تلاش صورت گرفته که جنگ دامن بزن تا فرصت اقتصادی را از ما بگیره، ولی ما هم تلاش بکنیم، دولت افغانستان هم تلاش بکنه که چطور اینمی فرصت اقتصادی که وجود داره تنها منافع یک کشور که پاکستان از دیگه نیست، منافع کشورهای مختلفی هست. میتونه بیشتر استاد بسیار خوب توضیح کرد که هم غرب شمال جنوب آسیا را با آسیای مرکزی یعنی یک نقطه اتصال میتونه باشه. بنان فقط در قدم اول صلح باید بیاد تا اینکه اینی زمینه. تشکر. آنچه که بحث کشورهای منطقه مطرح میشه، سیاست کشورهای منطقه در قبال به افغانستان در سالهای گذشته چگونه بوده؟ با توجه به اینکه حکومت افغانستان سیاستهای واکنشی و مقطعی داشته در قبال به کشورهای همسایه و منطقه، به نظر میرسه که کشورهای منطقه دو محور اساسی را در قبال افغانستان دنبال میکنه.
محور اول است که اونها انرژی و او توانمندی رادیکالیزمی که در کشورهای اونها وجود داره اونها میخواین اون مدیریت شه و سمت افغانستان، چرا که شما در سطح جهانی یک نوع تعارض تمدنی و مذهبی در حال گسترش است که تعارض تمدنی و مذهبی در حوزه های متعدد که حتی شما ارتدوکس روسی را با مسیحیت اروپایی هم در بحث یک عبارتی در اوکراین میبینین و این تار اینی خالی کردن انرژی رادیکالیزم و تندروی بنیادگرایانه به سمت افغانستان شما هم در مجموعه امنیتی جنوب آسیا میبینین که پاکستانی ها تلاش میکنن به سمت ما مدیریت شد، در آسیای مرکزی میبینین که از دره فرقانه کشورهای آسیای مرکزی میخواین که جریانهای رادیکال به سمت افغانستان بیه. ما نزدیک به 9000 تروریست از کشورهای شمال ما داشتیم که به سمت افغانستان آمدن و یا در غرب خاورمیانه میبینیم که پاکستان در یک دوره عربستان اینها تلاش میکرد که جریانهای رادیکال انرژی به سمت افغانستان مدیریت شد. این اصل اول است. اصل دوم در اینجا بهره‌برداری از موقعیتی که افغانستان در منطقه داره برای افزایش پرستیژ ژاندارمی منطقی خودشان. همه اینها تلاش میکنن که در این منطقه در افغانستان یک نقش سیاسی و نفوذ سیاسی فعال داشته باشن که این نفوذ سیاسی فعال از پروسه صلح، از میزبانی پروسه صلح گرفته تا در واقع دیگر بحث هایی که در این حوزه وجود داره که اینها میخوان به نحوی اون جایگاه و پرستیژ سیاسی خود را در جهان از طریق افغانستان افزایش بدن. پس بنابراین این دو سیاست است که کشورهای منطقه دنبال میکنن و اصل اولی که در اینجا بسیار خطرناک و حساس است است که افغانستان بر اساس همون مفهومی این که خط مقدم با کفر است به یک نحوی تغذیه کننده انرژی رادیکالیزم منطقه سه مجموعه امنیتی منطقه است که ما به نحوی تامدیم از طریق رقابت ها و نزاع هایی که در اینجا میان اسلام تندرو و اسلام میان رو وجود داره این رادیکال های سه مجموعه امنیتی رو در خود جذب کردیم در قالب طالبان و از یک سوی دیگه حمایت های پولی و مالی کشورهای منطقه به نحوی در اینجا یک استیج خوبی برای تخلیه انرژی و برای گسترش نفوذ بازیگران منطقه‌ای شدیم که تاثیر بسیار منفی در حیات و ممات و بگه عبارت کلانتر زندگی مردم با داشته. تشکر آقای هاشمی. میخوایم سوال بکنم، آنچه که بحث سیاست کشورهای منطقه بود آقای منادی خیلی خوب تشریح کردن، اما فکر میکنین به پیمانه که هدف کشورهای منطقه در افغانستان تأمین شده است، افغانستان هم تانسته که چیز در سیاست خارجی یا در بر اساس سیاست خارجی خود از این کشورها به دست بیاره؟ تنها چیزی که ما تانستیم افغانستان به صفت یک کشور و افغانا به صفت یک ملت از کشورهای همسایه به دست بیاریم محتاج روزمره ما هست که ما را دوگام متضررتر ساخته و آسیب پذیرتر ساخته. مثلا از پاکستان چیزایی که میاریم مثل روغن، آرد، برنج، مسائلی است که زیادتر ما را وابسته میسازه. مثلا مسائلی که زیاد ازشان کمک تقاضا داریم موضوع احترام گذاشتن به مهاجرین است، اجازه دادنشان است، مسائلی است که زیادتر ناخن اوگار ما را زیر سنگشان قرار داده. به می قسم امرای ایران بعض مسائلی است که بعضا پا از خط فراتر میکشیم، از این مثلا چرخبال گرفتیم و یکی دو تعمیر هم برای ما جور کرد. اگر قرار باشه که ما مؤثریت کمک هایی را که افغانستان به صفت یک کشور و به صفت یک ملت از کشورهای همسایه و منطقه گرفته مؤثریت زیرا بسنجیم، ما در ابتدا باید اهداف می داشتیم که از ناصل می کردیم تا اینا را به صفت بنچمارک یا اهداف قابل پیمایش و دقیقا در سالهای گذشته این ظرفیت وجود نداشت که هدف سازی بکنه. متاسفانه بعضا روی کرد ما به طرف کشورها در داخل منطقه‌ای بوده که ما بزرگنمایی بکنیم. مثلا وقتی ما طرف هند گرفتیم برای پاکستان خواستیم ثابت بکنیم که ما خریدار دیگه هم داریم، خواستیم بزرگنمایی بکنیم بدون از این که در فکر مدیریت پس لرزه های از این بزرگنمایی ها باشیم. وقتی با پاکستانی ها ما کوشش کردیم که سرکار داشته باشیم و تفاهم داشته باشیم، ما کوشش کردیم بگوییم که ما یک قدم نزدیکتر هستیم، هم مرز هستیم، زیادتر متضرر میشیم و مفاد کلان اقتصادی که میتونسته که از یک قدم دورتر از هند بر ما بیه او زیر نظر ما نبوده. یک جمله که میخوایم کوتاه بگوییم اویی است که متاسفانه ما در افغانستان همونطور که به سطح انفرادی مسائل ما احتاج روزمره خود فکر میکنیم، در حکومت ما هم امی دیدگاه انعکاس پیدا کرده.
و زیادتر مرفوع ساختن مسائل روزمره را مد نظر داریم، تا ای که مسائلی که بر نسل های بعدی ما چی به ارمغان میاریم و چی به میراث میگذاریم، ای بس به سطح سیاسی ما مطرح نبوده، فعلا نیست. تا ای که ما فکر کنیم که افغانستان در 30 سال بعدی چه قسم میتونه به طرف خود کفایی بره، چطور میتونه که معصریت خود اثبات بکنه به صفت یک عضو از خانواده بین المللی به سطح منطقه و سطح بین المللی. این مسائل سوالای بسیار کلانی است که فعلا متوجه حکومت و عدد ملیست. آقای وسیقان، چه که رئیس حکومت افغانستان گفتن آقای غنی که سیاست خارجیشان در 5 حلقه ترسیم میشه، کشورهای همسایه، کشورهای جهان اسلام، کشورهای مثل امریکا، ژاپن، استرالیا و به همین قسم کشورهای آسیایی و سازمانهای بین المللی. فکر میکنین این تنها بروی ورق مانده یا بر اساس زمین حرکت میکنه حکومت وحدت ملی؟ من فکر میکنم حکومت وحدت ملی در موحده که فرصت داشته امی تلاش کرده. شما میبینین که از یک طرف با کشورهای همسایه، با همه کشورها اینی نسبت به گذشته تلاش صورت گرفته که تفاهم داشته باشن و بتونن چطور از لحاظ مسائل اقتصادی و از لحاظ سیاسی که اینی همکاری ها هرگاه جلب شود و ما به اینی که کی ضد کی باید جنگ بکنه، برای از اینکه کدام ملت یا کدام مردمی که در هر سرزمین است برای خوشبختیش فکر شود، چطور ممکن است که اینطور یک فضا را ایجاد بکنن. همین رقم شما میبینید که با نه تنها با کشورهای همسایه رفت آمدهای داشتن، با کشورهای منطقه، با کشورهای اسلامی و با کشورهای دوری هم که شما چیز کردین و همچون سازمانه بین المللی که افغانستان میفهمین که هویت به اصطلاح مستقل حقوقی دارن که با این سازمان ها هم که همکاری مستقل را دارن میتونن یعنی تلاش شده که با هم سیاست متوازن حرکت خواهد کرد. تا هنوز که خب با اینی مشکلات روابط متقابل که تو هنوز اینی مشکلات داره. مثلا شما میگین بیشتر هاشمی صاحب گفتن که با پاکستان ما از این جغرافیا برآمده نمیتونیم، چی باید بکنیم؟ ما نیازمندی داریم برای کشورهای دیگه چگونه رابط باید تامین بکنیم؟ که از یک طرف اینی ما با وقتی که افغانستان در موقف نیست که در کنار یکی استاد شد و در برابر دیگه، یعنی نزدیک شدن با یک کشور و مفهوم تقابل با کشور دیگه یا مثلا رقابت با یک کشور نیست. یعنی این نیازمندی های افغانستان است و افغانستان نیازمند است و همی تلاش کردن. من فکر میکنم هرگاه اینمی روحی که تا هنوز است همی رای لاجورد، رای ابریشم و همچنان همی مسائل دیگه اقتصادی که شکل بگیره، تا حد زیاد من فکر میکنم منافع کشورها را با هم گره میزن و میتونن که یک مقدار از اینی تقابل برن و مسائل دیگه ای که ما اینطور توقع بکنیم که بسیار زود همه گپا من فکر نمیکنم، ولی اینمی گپا شاید هنوز بسیار مدون نباشه، ولی اینی امو استقامت هم میگیره که آرام آرام که فرصت بده جنگ تا اینکه از این حالت بره و اینی با تدوین سیاست خارجی با یک دقت که چگونه در همه ایزا قسمی که دوستا گفت که با کدام مکانیزم چطور باید پیش بره. سپاسگزارم آقای وسیق، آقای هاشمی و آقای منادی از حضورتان در بازنگاه امشب و تشکر از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردین. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.